پانزدهمین روز اردیبهشت ماه برابر با 5 می سال 1197 خورشیدی برابر با 1818 میلادی، زادروز کارل مارکس، فیلسوف آلمانی و بنیانگذار فلسفه ماتریالیسم تاریخی. کارل مارکس فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم که در خانواده یهودی در آلمان زاده شده بود، ابتدا در رشته حقوق و سپس در زمینه تاریخ و فلسفه به تحصیل پرداخت. مارکس با همکاری فردریش انگلز، فیلسوف هموطنش، عقایدش را در کتاب مانیفست کمونیست ارائه کرد. دو سال بعد مارکس به علت فعالیت سیاسی از آلمان تبعید شد و تا پایان عمر در انگلیس اقامت گزید. در تحلیل مارکس، کارگران در نظر سرمایه‌داران یک موجود انسانی نیستند، بلکه نیروی کار محسوب می‌شوند. از این رو باید تا حد امکان او را ارزان خرید و حاصل کارش را گران فروخت. در این وضعیت سرمایه‌دار و کارگر هر دو آلت دست قوانین اقتصادی هستند که از ضبط و ربط آنها بیرون است. اساس فلسفه مارکسیسم را ماتریالیسم تشکیل می‌دهد که بر اساس آن کلیه تحولات اقتصادی و حتی تاریخی را معلول عوامل مادی می‌داند. در این نظام مارکس با تمرکز سرمایه در دست عده‌ای معدود مخالف و رژیم سرمایه‌داری را محکوم به زوال می‌داند. مارکس همچنین به کمک فردریش انگلز زیربنای فلسفی کمونیسم را که بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک استوار شده پیریزی کرد و با تجزیه و تحلیل تاریخ از نظر فلسفه مادی یا ماتریالیسم تاریخی آن را تکمیل نمود. ماتریالیسم دیالکتیک در واقع تلاشی برای اثبات ماده از طریق منطق دیالکتیک است که به طور خلاصه وجود هر گونه نیروی ماورا و طبیعه را نفی و انکار می کند. سال 1200 خورشیدی برابر با 1821 میلادی، در گذشت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه. ناپلئون بناپارت امپراتور قدرتمند فرانسه که در جزیره کورس در نزدیکی ایتالیا متولد شده بود، در آغاز انقلاب کبیر فرانسه توانست به درجه ستوان یکمی دست یابد و سپس در جریان وقایع خونین حکومت ترور با درجه سروانی در پاریس خدمت کند. وی بعدها به دلیل نزدیکی و دوستی با دولت مردان فرانسوی به فرماندهی نیروهای فرانسه در ایتالیا منصوب شد و با پیروزی‌های پیاپی در جنگ با دشمن رژیم جدید فرانسه و توسعه قلمرو حکومت این کشور محبوبیت زیادی در میان مردم فرانسه به دست آورد. این امر زمین ساز کودتا و به دست گرفتن قدرت توسط او شد. پس از آن ناپلئون برای دستیابی به مقام امپراتوری فرانسه تلاش کرد و سرانجام هم به این عنوان دست یافت. اما از آنجا که وی در اندیشه کشورگشایی و توسعه متصرفات خود در نقاط مختلف جهان بود، در دوران حکومتش جنگ‌های متعددی با سایر کشورها کرد و قسمت‌های زیادی از اروپا را به تصرف درآورد.